من بزرگا رو کشیدم بیرون، خب دیدم آقا زری به اینا، مهم نیست اینا، لازم نیست ساده کنید، فقط علامت ها رو ببین، ببین صورتت مثبته، مخرجت هم مثبته، پس بزرگترین جملت میشه مثبت، یعنی از 4 به بعد خروجیت مثبته. بیا به سمت چپ، یکی در میون، علامت خونه عوض میشه، منفی، مثبت، ریشه مضاعفه، تغییر علامت نداریم. دوباره اینجا تغییر علامت داریم، ای ریشه مضاعف دارم، پس دوباره تغییر علامت نداریم. کجا رو میخوای؟ جایی که بزرگتر مساوی صفر بشه، یعنی خروجیش یا صفر بشه یا مثبت بشه. خب خوب دقت کن اینجا رو، یکی بچه اینجا مثبت داره میشه، یکی داره اینجا مثبت میشه. من اینجوری میتونم بنویسم، میگم آقا از منهای یک باز تا دو بسته، اوکی، عدد یکو بیا بنداز بیرون. ببین من یه تیکر اینجوری نوشتم، گفتم از منهای یک تا دو بسته خود عدد یکو بنداز بیرون، دیگه کجا مثبته؟ از 4 به بعد، اجتماعش با از 4 باز تا مثبت بی نهایت. بریم سراغ چند تا مثال دیگه. آقا تعیین علامت اینو میخوام بیام انجام بدم، این عبارت گویا رو میخوام بیام حلش کنم. اول از همه گفتم باید حتما حتما یک سمت تساوی صفر بشه. خب یکی میان دو رو میارن سمت چپ. ببینید همیشه لازم نیستش که عدد رو بیارید سمت چپ یا عبارتتون رو بیارید سمت چپ مخرج مشترک بگیرید. همیشه قبل از مشترک گیری اولویتتون طرفین وسطین باشه. ببینید آیا میتونید طرفین وسطین کنید یا نه؟ اگر نتونستید بعد همه رو بیارید یک سمت. آیا میتونی طرفین وسطین کنی؟ مخرجت چیه؟ x2 به اضافه 1. آقا x2 که همیشه مثبته، به اضافه 1 بشه بازم مثبته. پس مخرج من الان علامتش مشخصه، چون علامت مخرج مشخصه من میتونم طرفین وسطین رو انجام بدم. پس این میشه 3x2 منهای x بزرگتر از این x2 به اضافه 1 رو تو 2 ضرب کنم میشه 2x2 به اضافه 2. مزیتش چیه؟ شما دیگه اصلا با کس درگیر نیستید. نکته بعدی گفتم وقتی یه داری طرفین وسطین میکنی یا داری طرفین رو معکوس میکنی باید ریشه مخرج بندازی کنار. آیا مخرجت ریشه داره؟ من x2 به اضافه 1 و مساوی 0 بذارم x2 میشه منفی 1. آیا یک عدد به توان 2 میتونه منفی باشه؟ نه. پس مخرجش ریشه نداره. اگر مخرجش ریشه داشت باید ریشه مخرج رو میذاشتیم کنار. خب تو محله بعدی همه رو میاریم یک سمت. آقا این 2x2 به اضافه 2 رو همه رو میاریم سمت چپ که یک سمتمون صفر بشه. 3x2 منهای 2x2 میشه x2 منهای x، دو هم میاد سمت چپ، منهای 2 بزرگتر از 0. یک عبارت درجه 2 میخواد مثبت باشه. خب دقت کنیم ریشه هاش چی میشه؟ آیا i به اضافه c با ضریب b برابر نمیشه؟ چرا؟ خب ریشه ها چی میشه؟ یکی منهای 1، یکی منهای 3 میشه 2. تعیین علامت x y، کوچکترین ریشه منهای 1، ریشه بعدی 2، توی اینها صفر میشه چون ریشه های علامت خونه آخر مشخص میکنه ضریب بزرگترین جمله، مثبت، منفی، مثبت. کجا رو میخواد؟ جایی که مثبت باشه، از 2 به قبل و از منهای 1 به قبل، یعنی میشه از منهای بی نهایت تا منهای 1 اجتماعش با از 2 تا مثبت بی نهایت. بریم سراغ یکی بعدی. گفت آقا حاصل این کسب میخوام کوچکتر از 1 باشه. قبل از اینکه یکو بیارم سمت چپ آیا طرفین وسطین کردن میتونم انجام بدم یا نه؟ باید علامت مخرجت مشخص باشه. خوب دقت کن. مخرج قدر مطلق داری. قدر مطلق بیانگر یک عدد مثبت. ولی پشتش یه منفی داره. آقا شما یه عدد مثبت تو منفی ضرب کنی چی میشه؟ میشه منفی. پس مخرج تو همیشه منفیه. اوکی. پس آیا میتونی طرفین وسطین کنی؟ چون علامت مخرجم مشخصه میگم بله. میتونم طرفین وسطین انجام بدم. فقط حواسم باشه چون مخرج من همیشه منفیه، طرفین وسطین که انجام میدم جهت عوض میشه. پس چی میشه این؟ میشه منهای x2 به اضافه 6 جهت عوض میشه، بزرگتر از منهای قدر مطلق x2 به اضافه 4. گفتیم وقتی طرفین وسطین میکنیم یا طرفین رو معکوس میکنیم ریشه مخرج رو باید بندازیم کنار. آیا مخرج ریشه داره؟ x2 به اضافه 4 رو مساوی 0 بذارم x2 میشه منفی 4، که این اصلا ریشه نداره. اگر ریشه داشت باید میذاشتمش کنار. حالا بریم اینو با هم دیگه حلش کنیم. خوب دقت کنیم. واسه اینکه بچه‌ها اینو ساده‌ترش کنم، بهتر باشه، درگیر با علامت منفی نباشم، میام طرفینش رو توی منها ضرب میکنم. چرا؟ چون میخوام درگیر با منفی نشم تا میتونیم آقا منفی‌ها رو بندازیم دور. اگر طرفین رو توی منفی ضرب کنیم سمت چپم میشه x2 منهای 6، سمت راستم هم منهاش که از بین بره میشه قدر مطلق x2 به اضافه 4. حواسمون باشه چون طرفین رو توی عدد منفی ضرب کردم جهت عوض میشه. اوکی. حالا بریم اینو حلش کنیم. قدر مطلق یه چیزی از یک عبارتی بزرگتر میشه. بچه‌ها اینو قبلا گفتیم. گفتیم آقا قدر مطلق u بزرگتر از a چی میشه؟
وقتی قدر مطلق یه چیزی از یه عبارتی بزرگتر میشه، داخل قدر مطلق یا بزرگتر از اونه یا کوچیکتر از قرینه اونه. پس همین کارو میام انجام میدم، میگم آقا یا x2 به اضافه 4 بزرگتر از x2 منهای 3x، یا x2 به اضافه 4 کوچیکتر از قرینه